بالاترین دستاورد آخوند خاتمی برای رژیم در آبان 76 در گفتگویی با هموطنانمان در آمریکا که تحت عنوان وضعیت رژیم و موقعیت مقاومت منتشر هم شد به استهزار رساندم که حرف و کار کرده اصلی جماعت خاتمی برای رژیم ولایت فقیه این است سوق دادن مخالفان از نوع براندازی به مخالفان سیاسی و متعاقبا تبدیل و استهاله مخالفان سیاسی به منتقدان فرهنگی حرف واضح است کار سرنگونی نکن مخالفت سیاسی کن بعد برو به منتقد فرهنگی تبدیل شو مخالفت سیاسی هم که میدانی در این روزگار در داخل رژیم و جناهای آن صد بار بیشتر از کسانی که در خارج نشسته وجود دارد منظورم کسانی است که نان پناهندگی سیاسی را میخورند و هنری جز لنگ و لگت زدن به شورای ملی مقاومت و مخصوصا به مجاهدین ندارند و در قیاس با مخالفان سیاسی داخل رژیم اصلا دلیل وجودی و پناهندگی سیاسیشان در خارج معلوم نیست چیست وزارت اطلاعات رژیم هم بخشنامه داده که به مجاهدین بزنید هرچه هم خواستید در مخالفت سیاسی با رژیم بگویید این طور است که هر شاگرد جلادی را میآورند آورند تا مجاهدین و مقاومت را زیر زر بگیرد یک انتقاد فرهنگی یا مخالفت سیاسی هم با رژیم بکند اما بالاترین دستاورد آخوند خاتمی برای ولی فقیه چشمک و چراغهایش با اروپا و آمریکا بود که به نام گزاری تروریستی مجاهدین و به بمباران و خلع سلاح آنها و کودتای نافرجام 17 جوان منجر شد هنوز هم وقتی خاتمی و شرکا میخواهند فایده خود را به رخ ولی فقیه بکشند در صدر دستاوردهایشان به همین استناد میکنند خرازی وزیر خارجه خاتمی در هجده اسفند 1377 رسما خاتم دادن به فعالیت های مجاهدین و مقاومت ایران را یکی از معیارهای جدی ارزیابی میزان صداقت کشورهای اروپایی و عامل تعیین کننده در مناسبات آتی رژیم با آنها اعلام کرد آرمان و اسلوب خاتمی در شهریور 1377 در هایی که تحت عنوان کدام فضای باز سیاسی منتشر شد درباره آرمان و اسلوب خاتمی حرف ما این بود به هر شکلی هم که آخوند خاتمی را بزک کنند فایده ندارد از نظر او سرمایه های ارزنده کشور دشخیمان وزارت اطلاعات و خدمتگزار مردم لاجوردی است اس و اساس و محور و مدار نظام مطلوبش هم ولی فقیه و نیروی آرمانی او هم سپاه پاسداران است کما اینکه گفت سپاه باید باشد و هست با همه وجود به سپاه عزیزمان یعنی به جنگ و جنایت افتخار می کنیم. سپاه نیروی آرمانی انقلاب ما و بدون تردید آرمانی ترین نیروی مسلح عالم است درباری رهبر معظمش هم گفت امروز دولت ما سپاه ما نیروهای مسلح ما همگی با محوریت رهبری معظم انقلاب در کنار هم هستند در واقع کسانی که این را بزک می کنند از یک مشت ولگرد سیاسی در راه دور و در دیار فرانک بگذریم کسانی هستند که منافع مشخص مادی دارند این یک بحث روشن فکر نمایانه در کافه ها نیست قیمت را مردم ایران با گوشت و پوستشان با جانشان با مالشان با ارز و نوامیسشان باید بپردازند این شخص هنوز لازم ندیده حتی یک کلمه به مردم توضیح بدهد که در این رژیم چند نفر را اعدام کردند چند زندانی سیاسی داشتند چه تعداد را شکنجه کردند تعداد دقیق قتل عام شدگان چند نفر بوده است گورهای جمعی کجاست مجموعه چپاولها و دزدیها از اموال ملت در این رژیم چقدر بوده است؟ این بحث ها یک بحث های نظری نیست برای مردم ایران به معنای طولانی کردن عمر همین رژیم است به معنی ادامه فقر، بدبختی، فحشا، خودسوزی، خودکشی و جرم و جنایت است یک مشت آخوند جانی و شیاد در منتهای رزیلت یک مرتبه چرخش مداری پیشه کردند بدون آنکه ملت ایران را شایان آن بدانند که یک کلام توضیح بدهند که از کی قانون و جامعه مدنی را کشف کردند و از کی به وجود دولت و ملت برادر و مسلمان عراق پی بردند به ناگهان سرتی پاسدارها و شکنجهگران وزارت اطلاعات و کمیته و نیروی انتظامی روزنامه نویس و اهل کار فرهنگی شدند و چون با سرکوب نتوانستند ملت ایران و مقاومتش را از پای در بیاورند حالا میخواهند با فریب و نیرنگ مقابله کنند خاتمی ولایت فقیه را با شرک آشکار اراده برتر منتسب به وحی میخواند و به طرز مزهکی رژیم را دموکراسی وحیانی توصیف میکرد دست آخر هم بدون هیچ رودربایستی در بایستی هر گونه سخنی از تغییر قانون اساسی رژیم ولایت فقیه را خیانت به ملت ایران اعلام کرد و همه را به ایستادگی در برابر کسانی که به شورش و نفی و براندازی میخوانند دعوت کرد